السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاگردان عزیز و دوست داشتنی، خوشحال هستم که باز هم من حبیب الله مخیل با ارائه درس 25 ام از کتاب فیزیک صنف 8 در خدمتتون قرار دارم و با امید از اینکه شما هم جور صحتمند و به پای درساتون شده باشین و درس ها را به ترتیب تعقیب بکنین. شاگردک عزیز و دوست داشتنی، ما متعقن هستیم که حتما درس روز قبل به خاطر دارین، چون درس روز قبلی ما شما آزمایش چارج بود، یعنی یک چارج چگونه میتونیم توسط الکتروسکوپ آزمایش بکنیم. ما گفتیم که توسط الکتروسکوپ ما تنها میتونیم که چارج دار بودن اجسام مشخص بکنیم و ای که چارج ها هم نوستن یا مختلف نو. ای تجربه را عملا اجرا کردیم و نشان دادیم که میله پلاستیکی یک نوع چارج میگیره و میله شیشه نوع دیگه نوع مخالفش میگیره، پس هر دو میله دارای عین چارج نیستن. این عملا نشان دادیم، کار کردیم. اما چون در کتابتون در یک قسمتی گفته که ما توسط الکتروسکوپ میتونیم چارج دار بودن اجسام نشان بدیم که چارجش مثبت است یا منفی، تنها ما توسط الکترومتر این توانایی را داریم که چارج مثبت و منفی یک جسم نشان بدیم، اما توسط الکتروسکوپ تنها چارج دار بودنش نشان میدیم، نویت چارج تثبیت کرده نمیتونیم. خوش شاگرد عزیز و دوست داشتنی، حال موضوع درس امروزی ما و شما مربوط کتاب فیزیک صنف 8 هست، مضمون ما فیزیک است، موضوع ما ساحه برقی. اهدافی که در اینجا به کار میبریم این که مفهوم ساحه برقی را بفهمین و عملا موجودیت ساحه برقی را تجربه کرده بودن که اینجا ساحه برقی وجود داره. با در درس‌های بعدی یا موضوعات کتاب‌های صنف بالاتر شما این تجربه به شکل ساحویش میتونین که هم تجربه بکنین. شاگردک عزیز و دوست داشتنی، اهدافی که در اینجا ما داریم دو هدف داریم. یکی که مفهوم ساحه برقی را تعریف شه بفهمیم یعنی چی، و دوم ساحه برقی را عملا تجربه کرده بودن که ساحه برقی کدام چیزی هست. و در اینجا در این مورد از اینکه ساحه برقی را خوبتر و بهتر بفهمیم یک تجربه که هم داریم که او را عملا اجرا خود کردیم. چنانچه در کتابتان نوشته است، شما در مباحث قبلی که در مورد مغناطیس بود ساحه مغناطیسی را تعریف کرده بودین و تعریفش را میفهمیدین که ساحه مغناطیسی گفتیم اونمو اطراف یک تیغه مغناطیسی است که در او تاثیرات ساحه مغناطیسی قابل مشاهده باشه. این را خوانده بودیم. پس چون چارج برقی هم با عین خواص بروز میکنه و در یک ساحه وقتی که یک چارج نقطوی را مد نظر بگیریم، خاصیتش این است که ساحه را تحت پوشش ساحه برقی قرار میده و هرگاه در امو ساحه یک چارج هم نوش یا مختلف نوش قرار بگیره، اگر هم نوش باشه او را دفع میکنه و اگر مختلف نوع باشه او را جذب میکنه که یک قوه بالای از او چی میکنه وارد میکنه. پس میگیم که ساحه برقی چی هست. پس شما با ساحه برقی فکر میکنم آشنا نیستین و جدیدن باید با این مفهوم آشنا شویم. از خاطر از این مسئله ما کار میکنیم که این تجربه را خوبتر و بهتر بفهمیم. یک چیز را متوجه باشین شاگردک عزیز و دوست داشتنی، چون تجربه را بعدا کار میکنیم، اما قبل از تجربه ما میم، چون در انواع چارج ما خواندیم که ما دو نوع چارج داریم، یک چارج منفی داریم یک چارج مثبت داریم. چارج منفی و چارج مثبت از هم چی تفاوت داره؟ چارج مثبت خطوط ساحه مغناطیسی که از چارج مثبت نشر میشه، ای جهت خطوط ساحه مغناطیسیش از داخل به بیرون هستن، به این شکل از داخل به بیرون عمل میکنه چارج مثبت. اما چارج منفی از بیرون به داخل عمل میکنه خطوط، یعنی چارج مثبت بالای اجسام تاثیر میکنه، اما چارج منفی خودش تاثیر پذیر است، یعنی جذب میکنه اجسام. هرگاه اگر ما بیم در اینجا یک قوه را یا یک چارج مثبت در اینجا ببینیم، چارج مثبت دیگر هم در نظر بگیریم، طور مثال یک چارج مثبت در اینجا نظر میگیریم، پس قوه ای که از طرف چارج مثبت نقطوی ما بالای از این چارج وارد میشه، این قوه را به نام چی یاد میکنیم؟ به نام اف یاد میکنیم، که به می شکل بالای از عمل میکنه و این را چی میکنه؟ جهتش به شکل ادامه میده، یعنی این را دفع میکنه، از خود دورش میکنه. هرگاه اگر بیایم چارج منفی را مد نظر بگیریم، پس چارج منفی ما
خطوطش جهتش به طرف داخل است. مدا اینه میره بفهمین در این مقطع همقدر کفایت میکنه براتون. باز در موضوعات و مباحث بالاتر وقتی که رفتین باز خوبتر و بهتری میفهمین. پس در اینجا اگر باز بیاییم ما چارچ مثبت F یک چارچ نقطوی مثبت اینجا مد نظر بگیریم، طور مثال چارچ نقطوی مثبت مد نظر بگیریم، چون گفتیم چارچ مثبت جهتش به طرف چیز طرف بیرون است، یعنی این شکل. پس اینجا قوه چی را وارد میکنه؟ F وارد میکنه. پس این چارچ به شکل قوه وارد میکنه بالای چارچ منفی و اطراف خطوطی را که در اطراف یک چارچ نقطوی منفی میبینین به نام ساحه برقی یاد میشه و این اطراف هم به نام ساحه برقی. پس ساحه برقی را حالا چگونه تعریف میکنیم؟ میگیم ساحه برقی یک چارچ نقطوی عبارت از امو ساحه است که در او ساحه بالای یک چارچ هم نوش یا مختلف نوش یک قوه وارد کنه. ساحه برقی امو اطراف یک چارچ نقطوی است که در او ساحه برقی تأثیر داشته یا تأثیرات ساحه برقی قابل مشاهده باشه، به نام ساحه برقی یاد میشه. پس اینجا آمده میگه که آن ساحه‌ای که یک جسم چارجدار بالای ذره چارجدار مثبت قوه وارد میکند به نام ساحه برقی یاد میشه. چون در کتابتون تعریف کرده ساحه برقی عبارت از اون ساحه‌ای است که یک جسم چارجدار بالای یک ذره چارجدار مثبت قوه وارد میکند و به نام چی یاد میشه؟ ساحه برقی یاد میشه. پس ساحه برقی را حال میتونیم که به شکل ما تجربه بکنیم شاگردکای عزیز و دوست داشتنی که امیدوار هستم دقت داشته باشین تا موضوع را خوبتر و بهتر یاد بگیرین. در این تجربه یک رقاصک برقی ساده یا بگویم یک جسم کروی شکل پلاستیکی که هست با یک تار اویختیمش که استکاکش بسیار کم باشه و حرکت کرده بتونه، میلی پلاستیکی با تکیه پشمی و میلی شیشه با تکیه ابریشمی را داریم با خود از تجارب قبلی خود. خب حالا می فعلا میبینیم که این چارج نداره، این میله چارج نداره، این حرکت نمیکنه، میله دیسچارج است، در حالت عادی است، خونساز، چارج مثبت منفی نداره. حالا می با تکی پشمی میله پلاستیکی را حرکت میتیم یا مالش میتیمش به این شکل. وقتی را که مالش دادیم میایم به گلوله را نزدیک میکنیم. خب این را وقتی که نزدیک کردیم میبینیم گلوله که طرف خود کرد تماس نمیتیمش، تنها این را نزدیک میکنیم. وقتی که نزدیک کردیم گلوله که چی میکنه؟ طرف خود جذب میکنه. میبینین پس اینمی چیز ساحه برقی نشان میده، چون میله پلاستیکی چارجدار شد و در اطراف خود یک ساحه را ایجاد کرد. زمانی که در این ساحه ما این گلوله که مد نظر میگیریم، این گلوله که به طرف خود چی میکنه؟ میکشونه. خب اگر این پس چارجدار بسازیم باز چی میکنه؟ این پس دفعش میکنه، چون چارج هم نشد. حالا میبینی که در اثر موجودیت ساحه برقی که بین میله پلاستیکی و گلولک پلاستیکی وجود داره، چون چارجشون هم نشد، یکی دیگر رو چی میکنه؟ دفع میکنه. میبینید؟ پس یک قوه وارد میکنه. پس میگیم ساحه برقی عبارت از اون ساحه است که بالای یک چارج یک جسم، چی چارج هم نشد چی مختلف، یک قوه از طرف ساحه برقی ایجاد شوه یا وارد شوه. پس او را به نام چی یاد میگیریم؟ ساحه برقی. و تجربهش هم به این شکل میبینین؟ چون چارجش هم نواز دفعش میکنه. خب این بود تجربه نشان دادن ساحه برقی. ببینین زمانی که میله رو دور میکنیم چون چارجش هم نواز، عقربک یا گلولک به حالت عادی خود برمیگرده. زمانی که میاری میله نزدیک میکنیم از موقعیت تعادل خود انحراف میکنه، حرکت میکنه. پس این نشان میده که اینجا حتما یک ساحه برقی وجود داره که باعث تله کردن گلوله چارجدار شده میشه. پس این به نام چی یاد میشه؟ به نام ساحه برقی. تماس نداده میشه. هرگاه بیایم این تجربه رو توسط میله شیشه اجرا کنیم، چون گلوله قبلا دارای چارج مختلف شده، پس حالا میبینیم میله شیشه چارجش مختلف نواز با میله پلاستیکی. حالا میبینیم این گلوله اول جذب میکنه، درست؟ بعد از جذب کردن اینجا چی میکنه؟ پس دفعش میکنه اگر باز چارج دارش کنیم. میبینین؟ دفعش میکنه. خب
این تجربه که ساده و بسیطی بود در مورد از اینکه ساحه برقی را به ما نشان بده. شاگردک عزیز و دوست داشتنی، موضوع درس ما شما ساحه برقی بود. ساحه برقی را گفتیم امو اطراف یک جسم چارجداری که در او بالای یک ذره چارجدار مثبت قوا وارد بکنه به نام ساحه برقی یاد میشه. و این ساحه برقی را عملا ما شما تجربه کردیم توسط یک گلوله پلاستیکی که با تار آویخته شده و قاعدهش عایق است و دو میله مختلف نوعی که یک شیشه یکی پلاستیکی بود تجربه کردیم. گفتیم که پلاستیکی یک نوع چارج انتقال میده، اما در موجودیت ساحه دیدیم که چی عکس العمل نشان داد گلوله و چارج میلی شیشه هم مخالف چارج میلی پلاستیکی است. او رو هم دیدیم عکس العمل چه به چه شکل است. عملا تجربه کردیم و موجودیت ساحه هم مشاهده کردیم که سایه برقی وجود داره. زمانی که گلوله چارج نداشته باشد توسط هر نوع میله جذب میشه، زمانی که چارج در خود ذخیره کرد پس چارجشان هم نوع شد، در موجودیت چارجهای هم نوع یکی دیگر رو خود دفع میکنه، اما میبینی که از یک فاصله عمل میکنه، یعنی در اطراف خود میله ساحه برقی ایجاد میشه و گلوله چون عین چارج داره او یکی دیگر رو خود چی میکنه دفع میکنه و دیدیم که از موقع تعادل خود انحراف کرد و به جهت مخالف خود میله چی میکرد حرکت میکرد. پس این بود تجربه‌ای که در مورد چارجدار بودن اجسام کار شد و ساحه برقی را عملا توسط تجربه نمایش دادیم. خوش آگردک عزیز، با سپردن یک کارخانگی از کتاب فیزیک صنف هشتمتان باز هم برمیگردیم به بخش فکر بکنید. میگه هنگام اجرای فعالیت چرا با نزدیک شدن، چون فعالیت هم قبلا بر شما داده در صفحه 57 کتاب دانی فعالیت خودتان کارخانگیز براتان کار بکنین و در مورد فکر کنید هم خودتان توجه بکنید، فکر بکنید که چی میگه. هنگامی که این سوالا را جوابش پیدا بکنید، هنگام اجرای فعالیت چرا با نزدیک شدن میله پلاستیکی پوکانه دور گردید و شما چون این تجربه را دیدین چرا با نزدیک کردن میله پلاستیکی در اول گلوله جذب شد و بعد از که هم نواشد دور شد، چرا؟ یک، و بعدش توسط میله شی وقتی که چارجدار کردیم میلی شیری به گلگ نزدیک کردیم میره نزدیک ساخت جذبش کرد، اما بعد از اینکه چارجش تخلیه شد و چارج میله به او انتقال کرد باز عکس عملش هم مشاهده کردیم، چرا این حادثه رخ میده؟ چرا پوکانه به میله شیشه ای نزدیک گردید؟ خب چرا این گلگ به میله شیشه ای نزدیک گردید؟ این عملا خودتان دیدین و علتش بگوین. چگونه می توانید ساحه برقی را در اطراف یک جسم چارجدار آشکار کنید؟ خب موجودیت ساحه برقی را چگونه می توانید در اطراف یک جسم مشخص کنید؟ با سپردن این فعالیت درس امروزی خود را در همینجا به پایان میرسانیم. تا دیدار بعد، خدا یار یاورتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.